سلام، عجله کنید عجله کنید، همشب و هر شب نمایش ذلت همراه با دود و دم عزت در جمعه بازار ولایت با شرکت فسیل عمامدار موحدی کرمانی. این شباب و این ناله های کشدار و زوزه های خشدار و عربده های فشدار. آقای کریب و خانم شرمن خیلی بیادبی کردند، کلمات زشتی گفتند، این زشتی لایق خود اونها. خانم شرمن میگوید که ایران با پول ما به فقرا داد. الله اکبر، واقعا پررویی است. پول آمریکا؟ پول مال ایرانه. شما پول رو قبضه کردید، یک نوع دزدی است، دزد شدید. حالا به برکت مذاکره یه مبلغی از این پول خودمون رو به ما دارن برمیگردونن. این شد پول، پول شما که با پول ما فقرا رو تأمین کردن. همه این قرقرا رو ول کن، برکت مذاکراتو بچر. معلوم نیست باید پارس کردن به شیطان بزرگ رو باور کنیم یا مذاکرات پربرکت رو. فکر کنم قبل از همه اینا باید فلاکت عظما رو باور کنیم که بعد از اولین جام زهر حالا دارن بقیه جاما رو واسش سرو میکنن. نوش جان، آمریکا خیلی بالا رفته. در یک جمله میگوین که مسئله فقط هسته یه بمب اتمی نیست، زمزمه این رو دارن که ما به سراغ موشک های بالستیک هم میریم. عجب. در جمله دیگری میگوین این دو مسئول فتنه 88 هر چه زودتر باید از حصر خارج بشن، که با این بیان دیگه آبروی برای این دو نفر باقی نمونده. میگویند ایران باید دست از حمایت از تروریست ها برداره. تروریست ها کیا هستن؟ اونها مقصودشون حزب الله هست. او بیگی منو، خیلی خیته که احتمالا پس فردا سیدعلی باید موهاشو میکروبی بزنه، ریششم بتراشه، بعد جای نرمش قهرمانانه با حداد قاتل چاچا برخصه. خوب حالا ببینیم این نماینده کبک‌زده ولایت چه پیشنهادی برای مقابله با نظام سلطه داره. اونها از نجابت و روح آرام و متواضعانه وزیر خارجه ما آقای دکتر ظریف سوء استفاده کردند. هرچی ایشان ادب بیشتر در مذاکره نشان داده، اونها بی ادبتر شدند. وزارت خارجه باید در مقابل این متکبرین تکبر نشون دهد. زیپلش بابا، مثل این که تو حالیت نیست، دارن چارپایه رو از زیر ولایت میکشن، بعد تو میگی تکبر نشون بدی. اگه راه حل بلایی اینه، پس تیرکشای عظما تو کیهان و جوان چی میگن؟ راهبرد تحقیر ملی پس از تعلیق. ظریف و روحانی هر روز که از خواب پا می شوند به یک باره با تریبون های متعددی مواجه می شوند که در آمریکا وظیفه تحقیر ملی ایرانیان را با رصد اتفاقات و اختلافات درون ایران بر عهده گرفتند. در برابر این تحقیرها حتی همان واکنش منفعلانه را از دولت محترم ندیدیم. به هر حال دولت اعتدال و تیم هسته‌ای بهتر است خود را برای مقابله با راهبرد جدید آمریکایی‌ها آماده کنند. با این تریبون‌های منفعل و شکسته نمی‌توان رویکردی انقلابی با تحقیرهای آمریکا داشت. اون از روزخونی و توصیه‌های ملین نماینده ولایت، اینم از تیغ‌کشی جوجلات‌های ولایت. از همین دو واکنش میشه داستان رو توی یه جمله موشکافی کرد. نتیجه موشکافی اینه: آقا باند ولایت آش و لاشه، آقا جسم ناقص ولایت در حال تجزیه است،
این نفله نمیتونه پا پس بکشه، نمیتونه بگازه. به قول معروف شاعر میگه زهر نخوره خفه میشه، زهر بخوره چپه میشه. بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهرو چیده. شیدنی جای این کلب کر کنه، من قلبم غنی کنه بمبشو، صاف میکنم فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنم فکشو. بندازه بالا زهرو میچینن اون دمبشو، بندازه بالا زهرو میچینن.